درماندگی و سناریو سازی آخوندی علیه مقاومت و زندانیان اوین. چند روز بعد از جنجال رسانه‌های ضد انقلاب درباره اتفاقات روز پنجشنبه بنده 350 اوین، حالا به نظر میرسه مرحله دوم این سناریو کلید خورده. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته اشتون قصد داره گزارش‌های مربوط به اوین رو بعد از جمع‌آوری به اتحادیه اروپا بده. پشت‌بند اشتون، مریم رجوی، سرکرده گروهک منافقین، هم بابت بنده 350 اوین بیانیه داده و از غربی‌ها خواسته اقداماتشون علیه ایران رو همچنان ادامه بدن. درباره اتفاقات روز پنجشنبه بنده 350 اوین، برخلاف تبلیغات رسانه‌ها و محافل ضد انقلاب، زندانیان این بند که چندین موبایل و تبلت برای ارتباط با گروهک‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ضد انقلاب پنهان کرده بودند، برای جلوگیری از بازرسی بند با ماموران درگیر شده و سعی در ایجاد آشوب داشتن که با هوشیاری ماموران به هدفشون نرسیدند. این تصاویر مستند از روز پنجشنبه 28 فروردین و بازرسی از بند 350 اوین. هرچه بازرسی ها بیشتر می شود، عده‌ای که احساس خطر می کنند که هر لحظه امکان دارد وسایل و ابزارالات غیر قانونی آنها کشف شود، اقدام به التهاب آفرینی و حتی کیو تخریب اموال زندان می کنند. در این تصویر هم مشهود است افراد زندانی که شیشه درب را شکستند، علی‌رغم هشدارهای مأمورین برای جلوگیری از جراحت در اثر برخورد دستهایشان با خورد شیشه ها، کماکان اقدام به تشنج می‌کنند. و یا در این تصویر که یکی از مجرمین خورد شیشه ها را به سمت مأمورین پرت می‌کند. زندانی ها رو آوردیم، با اینا ملاقات کردند، ملاقات را هم به جای کابینی اومدیم ملاقات حضوری دادیم که نگن خوب پشت شیشه بود، ما این طرف شیشه بودیم، ولی ما مطمئنیم که دست از دروغگویی بر نمی‌دارن.